سلام علیکم. یالا مخلصین عرض ادب. حال شما خوبه؟ خیلی خوشم اومدید. احوال شریف. شما خوبه؟ چطور بفهمید؟ خیلی خوشم اومدید. شبتون بخیر. خوشبختم. سلامت باشید. خواهش می‌کنم. ببخشید من این درو ببندم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خوبی شما؟ عزیز دلی. شما چطوری؟ سلامت باشید. شما خوب هستید؟ خیلی خوش اومدید. خوشی. سلامتی. مشتاق دیدار. خسته نباشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. آقا الویس پرسلی میگه کاری انجام دهید ببخشید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. چه ارزش به خاطر سپردن داشته باشد. به به به. کاری که شما انجام دادید به هر حال در حافظه جمعی چند نسل باقی مونده و کاری بوده که به هر حال ارزش به خاطر سپردن داشته. من با اجازهتون یه مستند از شما تهیه کردم، با هم ببینیم. بله. و بعد بریم سراغ مصاحبه. در خدمتتون هستم. صریح و سریع. بی پروا. انشاءالله. کارگردان دود منقل، قهرمان علیه ضد قهرمانی که بیشتر دوستش داشتیم. کات. خدا بیامرز آقا تقی هم کاش مهمان ما بود. ولی ولی حالا جناب آقای محمود دینی مهمان ماست، کراش خیلی ها در نیم قرن قبل، با شایعه های زیادی که برادر فلان خواننده است مثلا، که نبود. بود؟ حالا میپرسم. همش تو مال دنیا غرق شدی. تو رو خدا یکم به فکر خودت باش. اینکه یکی مثل او از پس غبار عبور ده ها سال باز در خاطر خاطر بازان قدیم بماند، لابد دلایل روانشناختی عدیده‌ای دارد و یکی به تأثیر رسانه آن زمان برمیگردد. آره که خوب بود. مگه شک داشتی؟ در روزگاری که رقیب نداشتی و جادو میکردی و حالا آینه عبرت شده ایم. آه خیلی مخلص. چطور بود؟ مرسی، متشکر. دست شما درد نکنه. سلامت باشی. خیلی مخلصی. یاد جواد جان افتادیم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. شاد. خدا رحمتش. به جناب شاه غلام سلام و عرض ادب. خیلی خوش اومدید. فدتون بشه. خیلی خیلی مشرف فرمودید قربان. عزیز دلی. چای مخصوص خدمت شما قربان. خیلی متشکر. چقدر خوشحال شدم زیارتتون کردم. بفرمایید قربان. عزیز دلی. ببخشید. واقعا خیلی وقته که شما رو زیارت نکردم. فکر کنم یه 27 8 سالی هست که یه موامو سفید شد دیگه. بله خوشتیپ موندین ها. شما هم در خدمت شما هستم. مخلص شما هستم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. متشکرم. از آخرین اثری که از شما دیده شده 25 سال میگذره. بله. چرا؟ هم مجموعه آینه عبرت دیگه. بله. ببینید داستان مفصلی داره آینه عبرت و ما سال 73 بود به طور کل پرونده آینه عبرت برای همیشه بسته شد. من احساس میکنم هر برنامه، چه آینه عبرت، چه فیلم ها، چه سریال ها، وقتی ساخته میشه در صدا و سیما، وقتی که مخاطب خودش رو پیدا میکنه، یه دم که حالا روی حسادت و تنگ نظری ها شروع میکنن به جفسازی خیلی بدی راجع به این مجموعه. در زمان آینه عبرت خیلی ترکش ها و اصلا شایعاتی درست میشد اینا، ما اصلا تصمیم گرفتیم برنامه رو تعطیلش کنیم. حالا بریم دنبال زندگی، میبینیم که این آقایونی که میشنم قلم میزنن بعد از آینه عبرت چه چیزی میخواد بیاد. حداقل پیشگیری و اطلاع رسانی به انتقاد میکردند یا نه نه انتقاد که ای کاش انتقادشون سازنده بود. شایعاتی دو عکسمون رو چاپ میکردن تو روزنامه، برادر فلانیه منو میخواستن. فلانی کجا میخواست؟ فلان جان. ببین آقا با این آقا چه نسبتی؟ به خدا من نسبتی ندارم اصلا، شباهتی. بله. ولی شبیه هم... بود اینا. نه حالا نمیدونم، شاید ما همون مشکی بود، بلند بود، جوان بودیم. حالا ببین از این داستان‌های عجیب و غریب، معتاد بوده، ترک کرده فلان، اصلا ما تو خیابونم نمی‌شیم با خانواده بریم. البته بچه من کوچیک بودم، گفتیم فعلا تعطیلش بکنیم. مون تو این تعطیلی دیگه خیلی طول کشید، اون شایعاتی که بود بعد با تعطیل شدن برنامه خیلی برای بعضی از آقایون اصلا واقعا سندیت پیدا می‌کرد. شایعات مثلا یکیش این بودش که فرمودید شبیه فلان خواننده است. شایعات دیگه‌ای که انقدر بتونه شما رو مورد هجم قرار بده که منجر به یک جور عزلت نشینی شما بشه چی بود؟ ببین یکی از دلایلش بعضی از مسئولین وقت بود که واقعا تحقیق نمی‌کردن. که کاش یه مقدار تحقیق بیشتری رو ما می‌کردن، یه مقدار شناخت بیشتری رو ما پیدا می‌کردن.
و چی میگفتن در مورد شما به جز اینکه برادر فلان خواننده است؟ خب مثلا نه دیگه، اصلا عکسای ما تو کوچه خیابون بود. چرا عکسات تو کوچه خیابونه؟ خب بابا عکس بازیگر دلخواهشون رو گرفتن گذاشتن توی اتاق خوابشون. خدا شده کامران جان منو میخواستن دست پا میلرزید. آقای دینی عکس تو پرستادی، اصلا دیگه خود من شایعاتی به گوشم میرسید، داستانهای عجیب و غریبی. یعنی خسته شدید از این همه شایعه؟ اصلا دیگه خود من به طور کل، آقا ما توانمون این بود، بعد ما عاشق این کار بودیم، با عشق کار میکردیم، نه امکاناتی داشتیم نه بودجه‌ای. سر ته این ماجرای آینه عبرت با 100,000 تومان جمع نمیشد در همون موقع. خب خدا خواست و در هر صورت این برنامه گرفت. شما باید با ما تشریف بیارید. برای چی؟ بفرمایید تو دفتر همیشه بفرمایید دفتر مستر بروش. آخه من کاری نکردم. بگیرینش. حرکت کن، بهش بگو حرکت کنه وگرنه هر چی میگه گوش کن. حرکت کن پسر. چشم. شما شغل قبلیتون چی بود؟ من که مدیر روابطومی اداره مواد مخدر بودم. موقع مسئول مدیر روابطومی بودم. طرح هم از خودتون بود؟ بله طرح مال خود من بود. اون موقع هم کارگردان آقای محسن شاه محمدی بود و آینه عبرت رو شروع کردیم. از سال 65 تا سال 73 کلن مجموع آینه عبرت ساخته شد. دغدغه خودتون بود دیگه مبارزه با اعتیاد؟ ببین من بچه امامزاده حسن هستم، خیابون قزوین. چرا اصلا رفتم توی اداره مبارزه با مواد مخدر؟ خیلی دوستا و رفقای خودم وقتی میدیدم که به این موزل دوچار شدن، همیشه توی محلمونم این بگیر و ببنده رو داشتیم. البته به صورت کت خود و منشی و پیشکسوت محل و بزرگی جمع شدیم، طرف تو خونه نگرش میداشتیم، به خانوادش میرسیدیم، یه بافت اینجوری بود. وقتی مواد مخدر هم که اصلا شکل گرفت، من مستقیم رفتم ستاد مبارزه با مواد مخدر که موقع ستاد مستقلی بود زیر نظر وزارت کشور، بعدها رفت زیر نظر کمیته و بعدها رفت زیر نظر دادستانی. میگه همینجوری بازی تو روابطمون میاد. من اصلا بنیان اصلا ورود من به اداره مواد مخدر از اون ابتدا کار فرهنگی بود. و قرار بود از اول شما بازی کنید تو؟ نه من اصلا تهیه کننده اون برنامه بودم. یک روز یکی از بازیگرای ما خیلی دیگه بازیگر روز بود و دیگه ماشین بره بیارتش و نهار آنچنانی بده و بعدش هم جلوی دورمین خیلی اونجوری که ما میخواستیم در نمی آورد نقشش رو. گفتم عزیز دل من قربونت برم از این دره بیا بشین این دیالکو بگو. من خودم این کاری کردم. آقای محسن شاه اومد گفت محمود به خودت بازی گفت. اصلا حرفش نزن بابا، من مدیر کل روابطی مواد مخدرم، این همه بگیر و ببن بعد بیام مال بازیگری. خلاصه از ما نه از ایشون آره گفتم نه این قسمت رو ایشون بازی کنه. نمیشد. اون قسمت بازی کرد. قسمت دوم آینه عبرت بود دیگه. رسما ما اومدیم با 3-4 تا پلان رو دیدم هم خوششون اومده. آقای جواد گلپایگانی چطور اضافه شد به تیم؟ جواد رو من یک فیلم از جواد دیده بودم. وقتی که آینه عبرت شکل گرفت دنبال یه بازیگری میگشتیم که نقش اعتیاد رو بازی کنه و معتادی که محبوب بشه، معتاد رو ترک نکنیم. بعضی اون دو موقع بود که کسی معتاد میشد یا میبردن تحویل زندان میدادن یا خونه ترک میکردن یا برو یا زنش میرفت طلاق میگرفت. از اول دنبال این بودید که این کاراکتر محبوب بشه؟ آفرین. بیایم که ببینیم هر کسی که معتاد میشه بی خانواده که نیست، بی شناسنامه که نیست، بی هویت که نیست. این که یه معتاد مشکلاتی... محبوب بشه؟ نه نمیخوام بگیم معتاد رو محبوب کنیم که بعد بگیم همشون معتاد. نه این نه، بخواستیم زندگی بهش بدیم، به این شخصیت بدیم که یک فردی که معتاد میشه یه ذره زیادی شخصیت نگرفت. نه نه یعنی نه. من یادم من بچه بودم نگاه میکردم آقا تقی که حالش بد شد و اینا، من زار زار گریه میکردم. یه تحلیلی هستش که باعث شد انقدر این کاراکتر قوی در اومد که باعث شد که روند اعتیاد رو به رشد باشه. نه نگو اینو، اینو قبول ندارم. ببین وقتی که ما جواد رو آوردیم که وقت معتاد شد اعتیاد میگرفت به این مجموعه میمد جلو، خدمتتون عرض کنم که خانواده اینو ترک میکرد اونجا میرفت به استقبالش میوردش تو خونه، تو خونه ترک میکرد که برگرده سر کارش. یعنی حرفمون این بود که فردی که معتاده رهاش نکنید، ترکش نکنید. و یه جای فهمیدید که قاچاقچی هم نگاه میکردن آینه عبرت رو. دیگه آینه عبرت جا افتاد بود کوچه و خیابون، رسم اون ساعت خلوت، کامینو دارم که تو جاده بودم میزدن کنار،
بعد خدمت شما عرض کنم، خب بچه های مواد مخدر ما باشون در ارتباط بودیم، مامورین مواد مخدر که کار میکردن. یه روز یکی از این بچه ها من رو صدا کرد، گفتش که محمود بیا نوارا رو گوش بده. دم نواره چیه؟ خب اینا قاعدتا روی پرونده کار میکردن، تمامی تلفن ها میرفت زیر بار برای ضبط و فلان. دیدم که گفت این یکی از این قاچاقچی هاست که در تهران مواد توزیع میکنه. ما مدت ها اینا رو زیر نظر گرفتیم، تلفن ها شنود میشه فلان میشه. ببین راجب ما این امرت چی میگه؟ ما هم رفتیم تو دار روشن کردیم، میگه که باش با دوستی صحبت میکنم، میگه سر ساعت 9 بیا فلان جا موادو به من بده، من میزنمش اونجا تو برو اونجا باش. نه 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 بذار من آینه عبرت رو ببینم چون این آخر عاقبت ماست. یه چیزایی بفهم. من داشتم تو آبدارخونه چای میخوردم که یه هوشن و کلی آقای ریش پیدا شد. خدای من اونم همه چیز رو فهمید. من سه تا سکته کردم، این یکی، این مال مغزیم، این دستم اینطوره، ببینید این نتیجه اون کار فشارهایی که بهم میاد. الان هر دفعه نشستم فکر میکنم این دستم اصلا از کار میفته. بعضی وقتا که زیاد فکر میکنم پامم از کار میفته. و این آینه عبرت برای شما و مرحوم گلپایگانی بدیوم بود؟ خب خوشیوم هم نبود دیگه، چون بعد از اون خیلی ما دوچار مشکلات عجیب و غریبی میشدیم دیگه. خب من خدا آقای گلپایگانی که یادم تصادف کرد، رفت زندان، دوباره اومد بیرون، دوباره تصادف کرد. بعد ما موقع برنامه صرفا جهت اطلاع بودیم، یه بار در مورد زندگیش یه آیتم کوتاهی رفتیم و گل ریزان کردن و این به هر حال اومد بیرون و یه سالم مهمان ما بود، مهمان برنامه نوروزی بود و اینا. شما بعداً بهش سر زدید؟ حال و احوالی ازش گرفتید؟ ببین جواد خدا رحمتش کنه، اولا یک خانواده خیلی بسیار محکمی داره، خانوادهشون خانواده فقیری نیستن، بسیار خانواده خدمتشون عرض کنم که پر جمعیت و اصل و نسب دار. این از خانواده جواد. خیلی غرور خاصی هم داشت جواد، با تمام وجودش. اولا که اعتیاد نداشت، جواد مهندس الکترونیک بود، اصلا لیسانس این مدرک رو داشت. به زمانی که این اتفاق براش افتاد من دو بار خودم بهش مراجعه کردم، ملاقات میموند دادستان و خیلی محبت کرد، رفت تو زندان و ملاقاتی دادم، ما رفتیم صحبت کردیم. اون بس تصادف که میکنه که ماشینش بیمه نبود، ماه محرم بود، یعنی دیه دو برابر، دو تا تصادف پشت سر هم دیگه، یعنی از صحنه اول که خارج میشه در صحنه دوم هم دوباره متاسفانه تصادف میکنه و اونجا هم اتفاقاتی که میفته دیگه راهی زندان میشه. در کنار اون یک تولیدی داشت این بنده خدا، هیچ کس نمیتونست کمکش کنه. نه ببینید، در هر صورت قانون فرایند خاص خودش رو داره. قبل از اینکه آینه عبرت رو بیاد بازی کنه، فیلم نقطه صفر با اعلامی کار میکنه. نقطه ضعف. نقطه ضعف عذر میخوام. بله ببین جواد آدم با استعدادی بود و چقدر واقعا با استعداد بود که در دوره خودش با یه چراغ علاءالدین سلبریتی شد. آفرین، روحشون شاد. الان چه کار میکنید دوستان؟ ببینید بعد از این همه مدت و در هر صورت مشکلاتی که داشتیم در پیش رو، به یاری خدا یک پروانه فیلم سینمایی رو گرفتیم که الان مشغول پیش تولید فیلم سینمایی هستیم. اسمش چیه؟ اسمش هم بگم؟ اگه لطف فیلم سینمایی در نمی... نگن تبلیغات آقا اداره بازرگانی نه این سراغمون. فیلم لیس. ما بیشتر حالا نقشی که داریم در ارتباط بلوچستانه. کارگردان و بازیگراش کیه؟ کارگردانش رو تهیه کننده خود من هستم. بله بازیگرش. بلوچستان بازیگرش آیف بذار اسم بازیگر نگم چون قطعی هم نشده. آی سعیدراد نیست؟ نمیدونم، شاید هم بیاد شاید هم نیاد. اینا رو نگید فردا میگه آقا کسی با من صحبت نگرد. نه شاید کاندید باشن در قسمتون برنامه، شاید کاندید هستن، خیلی از عزیزان هستن. من تو با بچه ها قطعی قرارداد رو نبستم. خودتون بازی نمی‌کنی؟ نه دیگه، من کارگردانی برنامه هستم. من فیلمایی که کارگردانی کردم بازی نکردم. من یعنی که فیلمایی که تهیه کننده بودم بازی کردم. یعنی بعد از چند سال الان برگشتید به سینما دوباره؟ 23-24 سالی میشه. 20 سالی میشه. و لذتی داره کار کردن دوباره نه؟ ببین من شغل اصلیم بازیگریه. ما صافکاریم، بعد صافکاری می‌کنیم مکانیکی. بعد می‌کنیم نقاشی. ما از صفر این کار شروع کردم. من شغل اصلی اصلیم عکاس بود. من یکی از بچه های جپ و جنگ عکس می گرفتم. آه جپ و جنگ بودیم.
بعد دور اونجا عکاس بودین در جبهه؟ اونجا من هم فیلم میگرفتم هم عکس میگرفتم. خیلی پراکنده شد صحبتمون. توی یه تبلیغات جبهه و جنگ سپاه بودیم عملیات فتور. میبینم خود من که جبهه بودم. بعد مجروح هم شدید هم اونجا؟ کسی نمیدونه، نگو اینا پخش میشه.